سلام دوستا، بازارتون بخیر. خوش آمدین به برنامه آشپزی. بشیران میخوای برتون یک غذای خوشمزه آماده بسازن و ببینیم که غذا امروز سایدی سر میز بعد از چند وقت گوشت و برنج معلوم میشه. خب فکر کنم که بشیر جان بازم امی رژیم خود بازم ترک کردن الا کردن چطور؟ بله، خب اول سلام خدمت شما عزیز علاقمند برنامه آشپزی. بعد از سلام رژیم خود ما ترک نکردیم به خاطر از اینکه خب یعنی امروز که یک غذا آماده میسازین شما نوشیدن نمیکنین چطور؟ نه ما سرگپ خود استاد هستیم. سرگپ خود استاد هستم، غذا را اصلا نمیخوام امتحان کنم. خب یک کمک امتحان میگم. معلوم میشه بیخ کالایتان دجانتان کلان شدن یا لاغر شدن. لاغر شدیم، کلش تاثیر رژیم گرفتن است که هر چی رژیم بگیریم لباسا کلان میشه، خود ما خرد میشیم. ولی اگر رژیم نگیریم دیگه لباسا خرد میشه، خود ما کلان میشیم. به خاطر باید متوجه باشیم. طبعا. خب غذایی که امروز میخواین آماده بسازین چی است؟ خب غذایی که امروز آماده میسازیم همراه با سینه مرغ آماده میشه و دارچین هم در کنارش است و همراه باقی غذای خوشمزه باید که یک برنج هم باشه. و برنج هم یکی از دوستا از بالا فرمایش دادن که یک روز برای ما برنج آماده بساز همراه با هیل. خب کیچری خو نبود؟ نفر کیچری بود. خب ما چه مفته از کدام طرف برامد غذایی که اونا خواستن شما برشان آماده میکنین؟ بشتر جان همیش ما آماده ساختیم برشان دیگه، خیر است کیچری. یک سال است میگن که کیچری آماده بسازم، ما خودت آماده نمیکنی، نفهم چرا. اتو راست مرا خوش میاد که من هر بار که مرا ببینن کیچری بگن خوش میاد، از اون گفتن از لذت میبرم. به خاطر خب خیلی نامش تغییر بدن، یک چیز دیگه برات بگن. خب نامش تغییر که سرت بد بخور از اوتر آمادش بسازی. خب اگر بد خورد باز برشان آماده میسازم، ولی تا حالا خوش میاد هر بار که ببینن و هر بار صدا کنن بشیر کیچری چی شد باز من خوش میاد. خیر سر از امروز نه سر از سبا بشیر نامش تغییر خواد خورد. مواد لازم میشه بر دوستا بگوین؟ بله، خب مواد لازمه که ضرورت داریم دیگه غذای بسیار خوشمزه: سینه مرغ، پیاز، بادمجان رومی، چیکن کیوب، سیر، دارچین، مسکه، زعفران، هیل، برنج و ربع هدیه. برای غذایی که بشیر جان میخوایم در بسازه از ربع هدیه استفاده میکنن که رنگ بسیار خوب داره و در ضمن ازی بسیار غلیظ است که در برنامه بشیر جان خواد باز کردن و شما هم خواد دیدین. دوست عزیز، خب غذایی که امروز بشیر جان شما آماده میکنین نامش چی است؟ خب غذایی که امروز آماده میسازیم یک غذایی است که واقعا یک مزه بسیار خوب داره، مواد بسیار کم ضرورت داریم که آماده بسازیم. مواد که قسمت است زعفران و هیل مربوط برنج میشه که باید به برنج استفاده کنیم، ولی رو به هدیه همراه با بادنجرمی و پیاز و سیر و به شکل مواد دیگه مربوط خود مرغ میشه که باید که امراه از آماده بسازیم. ولی اگر شما دوستا پیدا کردن تونستی از دارچین شما میتونید که بدون دارچین آماده بسازید. ولی نام غذا هم سینه مرغ با دارچین است که باید دارچین باشه. اگر نه فرق نمیکنه، میتونه که از پودر دارچین استفاده کنه. خب دارچین میبینیم فراوان از دوست عزیز در بازار میتونیم که استفاده کنیم. گفته باشی جان اگر خودش نبود میتونیم که از پودرش استفاده کنیم. خب ما زیاد حرف نمیزنم به خاطر اینکه بشیرون کار دا گرفته و طرف من بد سایل داره. فکر کنم که میخواین غذا را آماده بسازین چطور؟ خب سینه مرغ میخوایم که اول یک بار چربی اضافهش دور کنیم و بعد از او آماده بسازیم. ولی یه یک دانه دیگه کلان ماندیم که داخلش آب هم انداختیم به خاطر برنج که باید که آب جوش بخوره. و نوبت از ایست که چربی های گوشت دور کنیم. گوشت مرغ هم فواید بیشمار داره، از جمله گوشت های سفید از سایز است که بر صحت بسیار مفید است، ویتامین زیاد داره و همچنان مواد مدنی که وجود هر شخص ضرورت داره در گوشت سفید یعنی گوشت مرغ پیدا میشه. کوشش بکنیم که زیادتر از گوشت مرغ استفاده کنیم. بشیر جان یک گپ، شما اگر متوجه شده باشین در بازار اکثرا شاید بعضی قصابی ها باشن که نظافت مراعات بکنن، اما دیگه قصابی ها هستن که اصلا در گرمی خوب بیخی طرفش دیده نمیشه به خاطر اینکه مگس می باشه و بیخی یک رقم تا یک بوی ناخوشایند می داشته باشه. از او گوشتایی که استفاده کنیم بهتر است از گوشت فریزر شده یا گوشت امی گوشت مرغ استفاده کنیم چطور؟ خوب بهتر است که باید که نظافت مراد کنن، ولی که مراد نمی کنن ما هم نمی خریم از بیشان. و از این گوشت های بسیار خوشمزه که فریز شده می باشه می تونیم از استفاده کنیم. خب گوشت هم به شکل آماده ساختیم و این گوشتی که امروز آماده می سازیم نمی خواهیم که میده میده شد، باید که به می شکل درست باشه. ولی امروز با کارت به شکل برش می کنیم
سرخ سرخ شود تا وقتی که مرچ سیاه و بعضی مصالح رو بالاش اضافه میکنیم و داخلش هم بره. خب هر سه عددش باید که به این شکل باشه. شما باید که به شکل همراه با کارت و پنجه گوشت آماده بسازی به شکل. دوستان عزیز برتان معلومات آماده کردیم راجع به فواید زعفرانی بخش تماشا کنین، برمیگردیم با ما باشین. فواید زعفران در طب عوام به عنوان آرام بخش، مسکن، ضد اسپاسم و مقوی معده مصرف می شود. در تغذیه به عنوان معطر کننده، طعم دهنده و رنگ کننده به کار می رود. زعفران باعث ایجاد رنگ زرد طلایی خوش رنگ، بوی مطبوع و مزه خوب در غذاها می شود. با توجه به رنگ بسیار غلیظی که از آن تولید می شود، در صنایع آرایشی، دواسازی، شیرینی پزی و تهیه لیکورها از آن استفاده می شود. مقدار مصرف عادی آن روزانه حدود 1 گرم است. همچنین مقدار مصرف شیره آن حدود 15 قطره در روز است. مصرف زیاد آن قاعده آور و سخت کننده جنین است. همچنین مصرف زیاد آن ممکن است باعث استفراغ، خونریزی رحمی، اسهال خونی، خون در ادرار، خون دماغ، خونریزی کنار چشم و لب، زرد شدن پوست و زرد شدن غشای مخاطی شود. مصرف حدود 20 گرم آن به طور کلی کشنده است. برای نگهداری زعفران باید از نور و رطوبت محافظت شود. بهترین ظروف نگهداری زعفران در درجه اول ظروف فلزی و بعد ظروف شیشه‌ای رنگ است. همچنین بهتر است هنگام مصرف به صورت پودر درآید و یا پودر آن در زمان کوتاه مصرف گردد، چون اسانس معطر آن از پودر زودتر از بین می رود. در تحقیقاتی که به تازگی در امریکا صورت گرفت نشان داده شده است که کروستین موجود در زعفران در نخا، فشار خون و پاپلمای پوست در حیوانات اثرات مثبت و ارزنده ایجاد کرده است. تحقیقات دیگر نشان داده است که زعفران اکسیژن پلازما را افزایش داده و دارای اثرات ضد سرطان می باشد. تحقیقات دیگر همچنان نیز نشان داده است که زعفران می تواند باعث کاهش تریگلیسیریدها و کلسترول گردد. همچنین مطالعات در اسپانیا نشان داده است که کاهش امراض قلبی در قسمت از این منطقه احتمالاً مربوط به مصرف دائم از زعفران می باشد. زعفران ضد درد، ضد افسردگی، ضد سم، ضد اکسیدان، ضد عفونی کننده، ضد اسپاسم، ضد نفخ، ضد تومور، تقویت کننده قوای جنسی، مقوی قلب، خونسا کننده رادیکال های آزاد، سقط کننده جنین، معرق، هضم کننده غذا، قاعده آور، خلط آور، بند آورنده خون، کاهش دهنده کلسترول، کاهش دهنده پرفشاری خون و همچنان مقوی اعصاب می باشد. شما هستیم دوستا، خوش آمدین به ادامه برنامه. بشیر جان امرا با دوستای خود صحبت میکرد. خب فکر کنم میخواین که از رب استفاده کنن و باز کردنش آسان است؟ بله، خب باز کردنش آسان است. یک رب بسیار خوب و خوشمزه است که غلیظ هم است. نظر به استفاده کردنش ما میتونیم بسیار خوب در غذا استفاده کنیم. یک تم بسیار خوب داره و یک قاشق ازی کافی است که یک دیگه مکمل آماده بسازیم. بله. و خوشمزگی شده که یک برام تان کنید ببینید که چقدر خوشمزه است و چقدر مزه و داره. باز کردنش آسان است برای خانما، به خصوص بعضی رو باید اگر باشه باید یک کارد بگیریم، نایف هم یک چکوشه بگیریم تا که یک قسمتش باز شه و باز او هم بشیران قدر غلیظ نمی باشه. غلیظ نمی باشه و یک سرپوش هم داره، به خاطر اینکه یک بار سرپوش خطی را باز کردیم بار دیگه که داخلش گرد خاک نریزه و یا از خشک شدنش جلوگیری کنه. یک سرپوش دیگه هم داره که
دوباره بسته شوه. بستش کنیم میتونیم که بعد از ازی به شکل خوب استفاده کنیم. خب یک تخم پزیر همین قسمت مندیم به خاطر ازی که گوشت مرغ را باید سرخ کنم و نمک همراه با مرچ سیاه داخل گوشت اضافه کردیم و نوبت ازیست که گوشت به شکل داخل روغن اضافه کنیم. خب قسمی که دوستا به شیران مشاهده نکردن ندیدن، شما گوشت وقتی که برش کردین چربیش پس کردین همراه با کارد بینش سراخ سراخ کردین. چرا؟ به خاطر که مواد که بالاش اضافه میکنیم، یعنی مرچ سیاس همراه با نمک، هر دوش وقت اضافه کردیم بعد که امو مزه و تم مرچ سیاس و همراه با نمک یکی داخل گوشت بره تا گوشت بسیار خوب و خوشمزه بسازه. به خاطر باید که به شکل سراخ شد و بعد از اینکه داخل روغن مندازیم پیش روش کمی سرخ شد رنگ خود تغییر داد از داخل روغن بیرون میکنیم. بله و به خاطر زیام داخل گوشت باید سراخ بکنیم دوست عزیز، به خصوص گوشت مرغ به خاطر زی که میخواستیم پخته کنیم، باز به خوبی پخته میشه و کاملا بینش هم پخته میشه. اگر ما قسم پختش کنیم، یعنی که بدون زی سراخ کنیم گوشت مرغ یا کمی بکوبیم، او وقت نمیتونیم که به خوبی استفاده کنیم، به خاطر زی که اگر سراخ نکنیم باز بینش خام میمانه. خب به می شکل آهسته آهسته همراه با روغن یک جوش میخوره و نوبت برنج هم است که برنج ما باید داخل دیگه اضافه کنیم تا وقتی که دیگه مواد آماده میسازیم برنج هم باید نرم شه. خب برنج را که آماده میسازیم به شیران هیل آمسته، یعنی که شما میخواین هیل پلو آماده بسازین اما ترست؟ بله. و وقتی که آماده میسازیم یک خوشبوی و بسیار خوب میداشته باشه، میتونیم که این همراه با هیل هم یک بسیار خوب خوشمزه آماده بشه. بله و بعضی ها فکر میکنن که تنها میتونیم هیل در شیرینی استفاده کنیم و تنها در چای استفاده کنیم، اما دو سایدیس میتونیم که هیل در غذا هم استفاده کنیم، مثل قابلی که بعضی ها استفاده میکنن و خود هیل پلاو که کاملا یک غذای جدا است. بشیران کدام غذای دوگام آماده میشه همراه با هیل؟ چندی غذا آماده میشه، اگر خواسته باشیم ما میتونیم که هر غذای که آماده ساختیم خوشبویش تغییر بدیم همراه با هیل میتونیم که هیل اضافه کنیم. نظر به شوق خلاق هست، نظر به اینه که کدام خوشبوی و کدام طعم ما میخوایم در غذا اضافه کنیم، باز میتونیم تغییرات بدیم. و شما امروز دارچین هم استفاده میکنین که یک گیاه بسیار خوشبو است، اکثرا در غذاها و در شیرینی استفاده میشه و میتونیم که از دارچین یک چای بسیار خوشمزه آماده بسازیم که بشیران در برنامه با شما آماده کرده بود. دارچین در برنج اضافه میشه یا در مرغ؟ دارچین به خاطر مرغ است که همراه با مرغ آمده شد، مرغی که امروز آمده میسازیم واقعا یک طعم بسیار خوب داره و یک رنگ بسیار عالی میداشته باشه که همراه با روب هدی آمده میسازیم. و یک مرغ وقتی که داخل روغن سرخ کردیم بعد از او یک خورمه هم همراه با روب آمده میسازیم، در کنارش بعد از او همراهش یک جو مخلوط میشه که یک رنگ بسیار خوب خوشبوی عالی میداشته باشه. بعد از او ما میتونیم که همراه با برنج نوش جان کنیم که یک وقتی است که زیادتر دیگه کسای خوشحالن که شکم بستن. خب یک قرمه بسیار خوشمزه ما آماده میکنین امرا بارا به هدیه. بله. و دیگه ای که آیا شما به شیران پیاز اضافه میکنین یا خیر؟ بله پیاز اضافه میکنیم. خب یک قرمه که آماده میسازیم باید که پیاز باشه و مرغ از مرغ باید که پیاز داشته باشه و به خاطر قرمش باید که همراه بارا به استفاده کنیم. خب روغن آهسته آهسته داغ شده میره و مرغ هم کم کم پخته میشه، ولی غذایی که امروز آماده میسازیم یک دیگه برنج بن مندازه و دو تخم پزیره گوشت باید سرخ کنیم و یک کره دیگه هم ضرورت داریم تا ما بتانیم همه مواد یک جای همراه با گوشت آماده بسازیم، ولی همراه با این کره میتونم خوبتر این آماده بسازیم، به خاطر میخوایم که از این کره استفاده کنیم. خب کره قسمت باشه تا وقتی که گوشت آماده میشه باید که آماده نزدیک تخم پزی باشه و به خاطر از اینکه گوشت از داخل روغن دور کنیم باز هم به یک بشقاب ضرورت داریم. امروز بشیران بعد از اینکه برنامه تمام شوه فکر کنم که سر میز ظرف خواد گرفت، چطور؟ خب ظرف پر میشه، به خاطر آماده ساختن یک غذای خوشمزه باید که کمی زحمت هم بکشیم و زیادتر وقتا غذایی که دیزندار میباشه خوشمزه میباشه ظرف بشقاب دیگ زیادتر و شستن آماده میشه. بله بخصوص بشیران گپ خود هم میگیرم، بعضی وقتا اگر بخوایم آشک یا منتو آماده کنیم شاید طرف آشپزخانهش دیده نشه. خود گپ وزیست وقتی که آماده میسازیم اول خود سر میز مکمل هارد اضافه میکنیم، بعد از خمیر است و آماده ساختنش است، خلاصه بسیار کار زیادنه جنجالی است. گوشت یک طرفش کاملا سرخ شد، یک طرف دیگهش هم باید کمی سرخ شد و تا وقتی که طرفش سرخ میشه باید که به شکل از جوش شور داده شد تا یک جوش سرخ نشد، باید که هر چهار طرفش به یک اندازه سرخ شد.
خب دوستان عزیز، بشورم کم کم میخواین که گوشت مرغ سرخ کنن. شمایی که میخواین از این دو غذای خوشمزه آماده بسازین، مواد لازم یادداشت بگیرین و همچنان بخش نکته‌های برنامه رو تماشا کنین. در ادامه برمیگردیم، با ما باشین. مواد لازم مرغ دارچینی: سینه مرغ 500 گرم، مسکه 150 گرم، پیاز 2 عدد، بادنجان رومی 4 عدد، سیر 6 دندانه، روب بادنجان رومی 3 قاشق غذاخوری، دارچین قدر ضرورت، چیکن کیوب 2 عدد، برنج 2 گلاس، زعفران 1 گرم، مرچ سیاه و نمک قدر ضرورت. غوره برای افراد مبتلا به چربی خون بسیار مفید بوده و ضد عفونی کننده بدن نیز هست. همچنین اگر با سالاد میل شود، برای لاغر کردن سودمند است. غرغره کردن با آب غوره در درمان ورم مخاط دهان، حلق و نرمی بیره ها مؤثر است. آب غوره برای درمان چاقی مفرط مفید است. در دفع زردی مؤثر است. لحاظا باید 1 تا 2 قاشق غذاخوری آب غوره را بعد از هر غذا میل نمایید. خوردن آب غوره بلوغ دختران را پیش می اندازد. با شما هستیم دوستا، خوش آمدین به ایدم برنامه. شما هم بخش نکته برنامه را تماشا کردین که آب غوره فواید بیشمار داره. و دوستای عزیز، بعضی دوستای ما در استودیو سوال کردن که کدام غوره. منظور از این غوره، غوره انگور می باشه که فکر کنم در این موسم بتانیم از غوره انگور تازه پیدا کنیم، بخاطر از اینکه انگور حالا پخته نشده. برنج هم سایست آمده میشه و من میخواستم که پیاز آمده بسازم. باز هم مشر جان گپ میزد، به خاطر من گفتم باشه سر صدا نشه. چطور پشه جان، آرام بودی؟ یک بارم بود پیاز آمده کردم، گفتی میده نکده، که من گفتم باش خیر است ای بار باید که میده میشه، متوجه باشیم. و نوبت پیاز است که پیاز باید میده بسازیم و اندازه پیاز به دست خودم باز که بچه اندازه ما میخواییم که پیاز هم میده بسازیم. خب برای برنج میخواین پیاز میده کنین یا برای قورمه، کدامش؟ به خاطر گوشت میخواییم که پیاز میده کنیم. خب به خاطر گوشت که میخواین میده کنین، فکر نمیکنین که بسیار میده باشه خوب میشه؟ خب نظر بشه خلاقی ماست کدام. من میخوایم که امروز زیره به شکل آماده بسازم، هر چی که نمیخوایم استفاده کنم، ولی میخوایم شکلش به میشه. خب اینکه بشی جان نمیخواد استفاده کنه، در برنامه دوستا خواد دیدن، البته در برنامه نه، در یوتیوب خب برنامه است بشی جان. نه بله، دو میبینن که استفاده میکنیم. خودت خبر نداری ها. خب اگر میدیدیم بس میدیدیم که در استودیو پرخور کی هست معلوم میشه. من زیاد عکس هم گرفتیم پیش ما هست. خب؟ آه. ما خواه اکس نگرفتیم، خیر قضی بابت ما مکس میگرفتیم. خوب میشه. خب همراه با مسکه خواستین که پیاز سرخ کنین؟ بله، پیاز باید که همراه با مسکه سرخ کنیم و به میشه کل آیسته آیسته همراه با مسکه باید که پیاز هم نرم شد. وقتی پیاز نرم شد کاملا میتونیم که این غذا رو خوبتر آماده بسازیم و باید که سیر هم البته وقتی که میخواستیم مسکر استفاده کنیم، باید مسکر دو سایزیست مثل روغن نمانیم که داغ شود، بخاطر از اینکه او قسم اگر داغ شود باز نمیتونیم که به خوبی از مسکر استفاده کنیم، یعنی که مسکر میسوزه و یک بوی دیگه پیدا میکنه. بله، خب سیر هم امی لحظه استفاده کنیم بخاطر که همراه با پیاز یک جای نرم شود. سیر هم آهسته آهسته نرم شه و یک دانه کیوب هم به شکل اضافه میکنم داخلش تا آهسته آهسته یک جا آماده شود. و نوبت بادنجان رومی. خب بادنجان رومی باشه بر پسان، پسان آمدهش میسازم و نوبت روبه حتی است. طعم دهنده غذا، رنگ دهنده غذا و خوشمزه ساختن غذا. میدونم که همراه با روبه حتی غذا را بسیار خوب و خوشمزه بسازیم، ولی باید کنه که پیاز سرخ شود و بعد از اون روبه اضافه کنیم. پیاز تنها بانیم که کمی نرم شود. کمی باید که نرم شود. خب بعضی دوستای ما هستن که میخواین پیاز زیاد سرخ کنن، یعنی میگن وقتی که پیاز سرخ شود باز غذا خوشمزه میشن. دوستای عزیز کوشش بکنین که تنها پیاز نرم بسازین، به خاطر اینکه اگر پیاز زیاد سرخ شود و هر غذایی که زیاد سرخ شود مضر میباشه. پس کوشش بکنیم که غذای ما بسازیم که بر صحت ما مفید باشه.
خب برنج هم آهسته آهسته نرم میشه و پیاز هم آهسته آهسته نرم میشه، هر دو شواهد که کمی نرم بسازیم و همراه با مسکه یک کمی کیک چیکن کیوب هم اضافه کردیم و نوبت مرچ سیاه هم است که به شکل اضافه میکنم، بسیار کم نمک هم اضافه میکنیم، به خاطر کیوب اضافه کردیم، دیگه هیچ کدوم مساله دیگه اضافه نمیکنیم برای فعلا. وقت آخر که غذا آماده شد بسیار کم مساله مرغ اضافه میکنیم، هر مساله که باشه فرق نمیکنه، میتونیم که استفاده کنیم. مساله گوشت هم باشه میتونیم که استفاده کنیم یا تنها مساله مرغ باشه؟ خب اگر که مساله مرغ نباشه میتونیم از مساله گوشت هم استفاده کنیم، اگر هیچ مساله نباشه میتونیم مرغ سیاه و نمک اضافه کنیم، مشکل نیست. بله، و مرغ سیاهی که میخوایم استفاده کنیم دوستا باید پودر شده نباشه، بخاطر اینکه اکثرا وقتی در قورمه اضافه کنیم یا در بعضی غذاهای دیگه رنگش تاریک میسازه، کمک دانه دار باشه بخاطر اینکه هم خوشبو میسازه غذا را و هم رنگش خراب نمیکنه. خب مساله گفتم، یک خاطر جالب یادم آمد که دمی چند روز پیش یک جای رفتیم میله، همه لوازم گرفته بودن صرف مساله نبود، یک نمک گرفته بودن حتی مرچ هم نبود. بانه میشد که ما میگفتیم غذا آماده ساخته نمیتونیم، خب همراه با نمک غذا را آماده ساختیم و واقعا که یک مزه خوبی داشت. یعنی اگر هیچ مساله نباشه میتونیم که غذا آماده بسازیم. خب این دروغ است که میگن کار مساله میکنه و لاف بشیر جان میزنه. چطور؟ خب اگر باشه خوب است، اگر نباشه باز هم میتونیم که آماده بسازیم. نمیتونیم گفته که ما اگر مساله نباشه اصلا هیچ غذا آماده نمیشه. خب کسی که پریزانه میخوره به اون شکل برشان آماده میسازیم بدون مساله. بدون مساله. و پریزانه باز روغن هم نمیداشته باشد، بیخی خشک میباشن. باز ما برشان روغن زیتون اضافه میکنیم، به خاطر اینکه روغن زیتون دوستای عزیز به هیچ شخص مضر نیست، به کلیه مفید است، میتونیم که از روغن زیتون استفاده کنیم و به خصوص گفته بشیران بعضی دوستای ما هستن که پریز هستن نمیتونن که از روغن استفاده کنن، میتونن که شما از روغن زیتون اصل استفاده کنین. خب روبادی را داخل دیگه اضافه کردیم همراه با پیاز، کمک باید که مخلوط شد، وقتی مخلوط شد رنگ خدا خوبتر میکشه و مزیش همراه با پیاز یک جای مخلوط میشه. و نوبت بادمجان رو میسته، صرف بادمجان رو میره به خاطر شکل دیزاینش میخوایم آماده بسازیم که دانه دار باید که آماده شوه. خب برنج هم داخل دیگ است، بشیران صدای جوشیدنش میایه، آماده نشده؟ فعلا خب آماده نشده ولی آماده میشه زودتر. خب دوستان عزیز، بشیران هم کم کم میخواین کارهای خود انجام بتن، شمایی که میخواین معلومات حاصل بکنین راجع به یک ظرفی که نه با بازار آمده، بشیران برتون معلومات آماده کرده. این بخش را با هم تماشا میکنیم، برمیگردیم، با ما باشین. با شما هستیم علی خواننده بخش معرفی ظروف، قسمی که هر هفته بر شما ظرفایی که دوازده نو میایم معرفی میکنیم، هی بار هم میخوایم یک جک بگویم یا یک ظرفی رو بر شما معرفی میکنیم که میتونیم داخل از او یخ نگهداری کنیم. و قسمی که شما هم میفهمید که آب و هوا هم روز به روز گرم شده میره، چی بهتر از که یخی که داخل دیش میباشه میده میده بسازمش داخل این دیش هایی که مخصوص یخدانی داخل از انداخته و بعد از اون همراه با یک گیرنده که داره که یخ انتقال میده از داخل میچک، داخل گیلاس خواستیم، داخل چکای دیگر که خواستیم میتونیم انتقال بدیم. به این شکل ما میتونیم یک کار خوب و آسان انجام بدیم و نظافت هم مراقب کنیم، به خاطر اگر داخل یک کاسه دیگه باشه و یا یک ظرف دیگه باشه که اضافهش کنیم شاید یه مترو بالاش رو بشینه و یا خاک دیگه دولش بشینه به شکل کمی یخ خراب میکنه و زودتر آب هم میشه. به خاطر این جک های مخصوص یخ دنیا آمده که داخل از یا میتونیم یخ میده میده بسازیم بعد از داخل از اضافه کنیم. خب دوستان عزیز، یخ میتونیم به چند شکل آماده بسازیم، میوه‌ای باشه، دندار باشه یا کدام مواد دیگه اضافه میکنیم تا رنگ شهن تغییر بده و یا طعمش تغییر بده. اون رو ما میتونیم خود ما آماده بسازیم داخل عمود ظرفایی که مخصوص یخدانی است که به چند شکل آماده میشه. خب از اون میگذریم که اون رو در برنامه برای شما آماده میسازیم، ولی جکایی رو که شما میبینید یا یک شکل دیزاین بسیار مقبول داره، اندازه مختلف داره که میتونیم هزار اندازه که خواسته باشیم استفاده کنیم.
خب یک مهمانی می باشه که ضروری نیست که ما یک هم میده میده بسازیم داخل یک ظرف گران دیگه بندازیم شکل جای نداشته باشه و گرفتن یخ هم مهم است که باید که همراه با یک وسیله بگیریم که دست ما تماس نگیره چیزی که دست ما را هم یخ میزنه و دوم دیگه شم میکروبی که در دست می باشه که بچشم دیده نمیشه همراه با یخ یک جا داخل ما ظرفی که ما یا گلاسی که میخوایم اضافه کنیم داخل ظرف دیده که باعث مریضی میشه با این خاطر ای جکای رو میخوایم که برای شما معرفی کنیم که داخل زیر شما هم یخ اضافه کنیم و بعد از بتونیم بالای میز یخ اضافه کنیم ببره و هر کسی که میخواست که آب سرد یا چیز سرد نوشیدن کنه میتونه داخل گلاس خود اضافه کنه و از یخ‌های خوشمزه نوشیدن کنه. خب داخل زیر به شکل به اندازه است که ما میتونیم یک فامیل در نفریم اگر باشه یک ذره داشته باشن هم کافی برشن و یک جالگه که هم داره که قسمت داخل از مندازیمش و یخی که در بالای سر می باشه در قسمت بالا می باشه آبی که می ریزه در پایین با یخ تماس نداشته باشه به خاطر که هر چی که آبش زیاد شده و مندازه یخ هم آب میشه. خب دوستای عزیز سیبو جکای بسیار مقبوله که شکل دیزاین بسیار مقبول داشت رنگ‌های مختلف داشت اندازه‌های مختلف داره که میتونیم هزار اندازه که الله خودشیم از اون استفاده کنیم و در اخیر تشکر میکنیم از گیف سنتر که در تهیه برنامه با ما همکاری کردن در ادامه با ما باشیم. شما هستم دوستا خوش آمدین به ادامه برنامه. بشیرون برتون یک ظرف معرفی کرد که داخلش میتونیم یخ بانیم. خب اکثرا مهمانی ها میشه میخواییم که سر سفره یخ باشه به خاطر نوشابه، میتونیم که از این وسیله استفاده کنیم و نام خدا بر انجام دیگه قسمی که شما مشاهده میکنین گفتگان تا دانایش خوب دویده. بشیرون چطور؟ بله هنوز یک دم دیگه که بگیره دانایش زیادتر میدمه میدوه و زیادتر کلان میشه. خب دوستا خب کسی که تصویرش هم میگیره باشه جان فردین جان زیاد گشنه شده فکر کنم که مو تصویر از مو تای دی گرفت بیخی بیخی دیگه سعی گشنه شده بود. خب هیله هم به شکل اضافه کردیم بسیار کم دیگهش مونده که ایره وقتی که دی کاملا دم گرفت بعد از کمی اضافه میکنم. برینجا بشیجان شما صاف کردین در وقفه و در داخل دیگ اضافه کردین. داخل دیگ خواه فکر کنم دو سایزیز کم بشیجان روغن اضافه کردن بس اما ترس؟ بله بسیار کم روغن اضافه کردیم و به این خاطر یک چربه و بسیار ساده آماده ساختم که داخل یک دیگه که خورد کمه که روغن اضافه کردیم و یک دانه کیوب اضافه کردیم کمه آب انداختم وقتی جوش خورد کاملا داغ شد بالای روغن اضافه کردم و خیلی هم اضافه کردم. ولی وقتی که برنج داخل دیگه انداختیم منزل در منزل زعفران هم همراه شیچ مخلوط کردیم تا رنگ زعفران به خود بگیره خوشبویی خیلی به خود بگیره. بله دوستان این کاملا یک غذای خوشمزه آمده میشه همراه با این قرمه که بشیرون آمده کردن و دیگه ای که همراه با برنج دوستان عزیز زعفران هم اضافه کردن و همچنان دیگه هیلا هم اضافه کردن به خاطر اینکه طعم غذا را بسیار خوب میسازه و همچنان بوی بسیار خوب برش میده. بشیران خیرت است؟ من نمیفهم به مشاره میگن مشاره رو من خود نفهمیدم امور بلند بگن که من بفهم اشاره رو نفهمیدین بشیران یا اشاره رو کدامشه؟ اونو مرک کدامش که هستم رو من نفهمیدم که چی میگن. خب خورمه رو آماده ساختیم نوبت دارچین است. دارچینی که روز آوردیم به شکل چوبک است که میدانش شده اینه من خودم به شکل کلان کلان میدان میکنیم که به این شکل همراه با خورمه هیچ وقتی سرخ میشه خوشبوی خاص میداشته باشه و باز هم دیگه به شکل مخلوط میکنیم به خاطر اینکه باز هم کمی که نرم شوه. گوشت نرم شوه یا دارچین کدامش؟ گوشت نرم شوه به خاطر گوشت اضافه کردیم. خب کاملا آماده شد و دیگه که دم میتیم آتش حرارت کم ضرورت داره باید که دیگه کرایی که آتش یا حرارت زیاد ضرورت داره باید این قسمت بریم و این دیگ باید که این قسمت بره به شکل هر دوش یک جای یک رقم دم میکنه. بله و برنجام دیگه بشیران دم دادن ماندن که دم بگیره تا که خوبتر آماده شود دو سایزیز و قرمه مانده که تنها میخواین گوشت برش اضافه کنن ببینیم که چقدر رنگ قرمه سرخ است. بشیران کدام چیزی خوش شما اضافه نکردین به غیر از رو؟ نخنی خب سرخیش کمال رو به هدیه است که همراه با رو به هدیه جای رنگش را تغییر دادیم یه خوشبوی خاص که همین لحظه مدهی میشه که
از ما گپ خود اینه دیگه از گپ خود میگردیم در ابتدای برنامه گفتین که ما امروز غذا استفاده نمیکنم به خاطر اینکه شما در رژیم هستید. خیر از خود وقتی که رژیم میگیریم گفته یکان وقت اگر که رژیم میده کنی خیر از سو فایده داره. خیر از باشرون ور خطا نشو استفاده کن درست است؟ خب یکان وقت گفته هر وقت نگفته بیشه جان ما معروف خب یکان وقت هم که باشر جان دوست عزیز یکان گوشت و برنج یکان خورمای زیاد که روغن میداشته باشن میبینن بازو در رژیم خود مشکنانن به خاطر از اینکه نمیتونن کنترل کنن خدا و زیادتر دو سایز بشیران ما که ازشان شنیدیم گوشت خوش دارن. خب این سوال نمیتونم که امروز در کجا پرسان شد که زیادتر گوشت چه خوش داری یا سبزیجات. خب من گفتم اگر خب پیش از این رژیم بگیرم سابق بود اگر گوشت می بود یعنی شما که آل در رژیم هستین؟ آل در رژیم که هستم نه خدر علاقی زیاد ندارم. خب گوشت مرغ اگر باشه گوشت ماهی باشه مشکل ندارم امروشن ولی گوشت دیگر ما خدر زیاد علاقه مندش نیستم که زیادتر بخوایم که از او استفاده کنم. خب نوبت سرپوش دیگه از به شکل سرپوش دیگه میمونیم تا آهسته آهسته دم بگیره و گوشت مرغ هم همراه با موادی که داخل دیگه اضافه کردیم آماده شود و یک موادی که ما صرف میخوایم که کمک مصالحه دیگه هم داخلش اضافه کنم وقتی مصالحه دیگه اضافه کنیم دیگه به شکل یک مزه خاص می داشته باشه. خب مصالحه نامش چی هسته؟ که شما اضافه میکنین؟ خب مصالحه فرق نمیکنه. من امروز میخوام که از مصالحه مرغ استفاده کنم که دو مصالحه است. هم جلپریز است و هم چیکن تیکه است که هر کدام شخصی ولی من میخوام که از مصالحه چیکن تیکر استفاده کنم که یک کمی که خوشبویش زیادتر است. ولی اگر جلپریز استفاده کنیم غذا زیادتون میشم که امروز نمیخوام که غذاتون شود به خاطر که مهمانی که داریم مقدره تندیر نمیخوام. بله خب تندیر خوش ندارن و شمایی که در خانه تفلا دارین دو سایز گوش بکنین که از مصالحه کمتر استفاده کنین به خاطر اینکه تند می باشه و تفلا اگر استفاده کنن معده‌شان درد خواهد گرفت و دچار بیماری معده خواهد شدن. گوش بکنین که از مرچ دو سایز شما کمتر استفاده کنین و هر کس که باز علاقه داشت میتونه که سر سفره از مرچ استفاده کنه و به غذای خود اضافه کنه. شما که میخواین از این غذای خوشمزه آماده بسازین مواد لازم یادداشت بگیرین و همچنان بخش نکته برنامه رو تماشا کنین. برمیگردیم با ما باشین. مواد لازم مرغ دار چینی: سینه مرغ 500 گرم، مسکه 150 گرم، پیاز 2 عدد، بادنجان رومی 4 عدد، سیر 6 دندانه، روب بادنجان رومی 3 قاشق غذاخوری، دارچین قدر ضرورت، چیکن کیوب 2 عدد، برنج 2 گلاس، زعفران 1 گرم، مرچ سیاه و نمک قدر ضرورت. غوره برای افراد مبتلا به چربی خون بسیار مفید بوده و ضد عفونی کننده بدن نیز هست. همچنین اگر با سالاد میل شود برای لاغر کردن سودمند است. غرغره کردن با آب غوره در درمان ورم مخاط دهان، حلق و نرمی بیره ها مؤثر است. آب غوره برای درمان چاقی مفرط مفید است. در دفع زردی مؤثر است. لحاظا باید 1 تا 2 قاشق غذاخوری آب غوره را بعد از هر غذا میل نمایید. خوردن آب غوره بلوغ دختران را پیش می اندازد. با شما هستیم دوستا، خوش آمدین به ادامه برنامه. بشیر جانم هر دو غذا را آماده کردن، حال نوبت از این رسیده که فکر کنم بیرونش کنن از داخل دیگ و آماده شده. خب غذا هر دوش آماده شد که باید داخل یک بشقاب تزینش کنیم ولی من میخواستم که برنج در یک بشقاب بکشم و گوشت در دیگه بشقاب ولی پلان تغییر کرد باید که من به دیگه شکل آماده بسازمش. خب اشتها زیاد شد یا میمان کدامش؟ ایره خونه میفهمم تو فکر میکنم پلان تغییر کرد. بشیرون در ابتدای برنامه گفتن که من از این غذا استفاده نمی کنم اما وقتی که آماده شد دوست عزیز تصمیمشان تغییر کرد. خب بتای غذا خوشمزه باشه دیگه او هم رژیم گرفته باشی. خب ولی رژیم به خاطر از که باید که وزن کم کنیم ما به خاطر دیدن از این ما قدر بس است و نوبت یک عدد دیگه ایش است که با تیره هم دیگه گوشه کش اضافه میکنیم و کمکی از لوابش هم اضافه میکنیم.
خب میبینیم که گوشت را که به شیران پخته کردن، البته قورمه است همراه با گوشت مرغ. دوستان عزیز که یک رنگ بسیار خوب داره و بسیار مزه‌دار معلوم میشه، همراه با برنج دیگه مزه بسیار عالی خواهد پیدا کرد و ما هم میخوایم از نزدیک ببینیمش که به به چه خوب بوی خوب داره، به خاطر اینکه همراه با مرچ سیاه آماده کردن و کمی مصالحه هم اضافه کردن دوستان عزیز، و در ضمن از این همراه با روبه هدیه آمادش کردن که رنگ بسیار مقبول داره، رنگ سرخ داره. بله، رنگ سرخ به خود گرفته، برای ویزی که رنگش تغییر میده یک خوشبوی خاص هم داره که غذا رو بسیار خوب و خوشمزه آماده میسازه. و یک بوی دیگه برامد بشیران، بوی هل. بوی هل امراه با برنج است که میشه مره بس است. بشیران بشقا بخ سای پیدا کده، شما خبر ندارین میگین مره بس است؟ او سای پیدا کده این نکده، سای بیزی امیجا سای بس. خو خیر باشه، بعد از برنامه خودتان بین خود جور بیاین. درست است؟ خودت نباشی. نه من نیستم، به خاطر اینکه خدا میفهمه که چی حال باشه. یعنی که تام رژیم گرفتی؟ نگرفتی؟ رژیم خانه گرفتیم بشه جان، ما رژیمم خلاص شد. خب بشه جان چی جان نداره، سال سال پر رژیم است. تو نیز بشه جان قسمی که خودت میبینی ما وزن بسیار کم کردیم در روزا چطور؟ وزن کم کردیم؟ ولی این رقم راستیم که وزن کم کردی، خب باید کسی رژیم بگیره وزنش کم میشه، ولی این رقم دو غذا خوشمزه اگر باشه حسن هیچ رژیم نگیری، به خاطر یکان وقت باید که رژیم امیده کنی تا از این غذا خوب خوشمزه است. بله، و دو سایدیست بشه جان این را بروغن مسک آماده کردن که مسکه نباتی است، اگر از یاماده بسازیم خب در رژیم اگر باشیم میتونیم که همراه با مالتا، آب مالتا یا ای که جوس لیمو استفاده کنیم، به خاطر اینکه امی چربی که ما گرفتیم دوباره آب میشه. بله، و گوشتی رو که آماده ساختیم کاملا آماده شده، پخته شده، هیچ جایش خام نمانده و شما میبینید که گوشت هم کاملا آماده شده. ولی من یک بار ببینم که نوش جانت از این لحظه بود رژیم شکست. تصویر خودت بشیرم سایی که یک دفعه خیر دیگه ده خوردن آدم تو کمی کم مزه میکنه و بعضی وقتا باید غذا رو به این شکل مزه کنیم، چشک بزنیم تا ببینیم که غذا خوشمزه شده. بله، اثر ده که چشک بزنیم تا آخرش تا که وقت آماده شده. نه دیگه چشک گفته، نه که کلو دیگه بخوب بگو چی کردیم، من چشک زدم. خب خیر از خودتان بشه جان نصیحت نکنین، به خاطر زی که خودتان هم در رژیم نیستین، البته حضی به بعد از همین لحظه بابت. خب من خب قسمی که در شروع برنامه گفتم بعضی وقتا رقم غذا خوشمزه اگر باشه رژیم امیده میکنیم، ولی بازم اگر گوشت گاو گوسفند باشه باید پی رژیم بگیریم. خب بسی جان مهمان آمده، خبر داری؟ من دیدم که 4-5 نفر آمده جان دروازه استودیو و کم کم پیش آمدن. خب اگر دو قدم دیگه بیای خب میشه که مهمان برنامه شم. وانا ماتل است. دانو خودم از همین کت خبر نداشت که تصویرش گرفتن دوستا. کار یونس جان است، هر وقت تو آزار میتگان وقت. خب فکر میکنم وقت برنامه خلاص است. خب دوستای عزیز زیاد خندیدیم به خاطر از اینکه مهمان ما غافل گیر شدن. شما ای که میخواید برنامه با ما با تماس باشین میتونید نظراتتون رو با ما بفرستین به ایمیل آدرس ashfazi@advantimed.com. دوستای عزیز وقت خوش، خدا نگهدار، تا برنامه بعد خداحافظ. مواد لازم مرغ دارچینی: سینه مرغ 500 گرم، مسکه 150 گرم، پیاز 2 عدد، بادنجان رومی 4 عدد، سیر 6 دندانه، روب بادنجان رومی 3 قاشق غذاخوری، دارچین قدر ضرورت، چیکن کیوب 2 عدد، برنج 2 گلاس، زعفران 1 گرم، مرچ سیاه و نمک قدر ضرورت.